کالمنها یک خانواده چهار نفره خوشبخت بودند. خانواده ای که هیچ کس فکر نمی کرد یک جنایت در انتظارشونه. تو پرونده امروز ما من همراه باشید. سلام. من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از ویکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که دارید چهره من رو میبینید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیو هامون با خبر بشید و با ما همراه باشید. یادتونم نره اگر این ویدیو رو میبینید حتما لایکش کنید اگرم دوست داشتید بشنوید و ببینید دوستش دارید یا نه آخر ویدیو یادتون نره که لایکش کنید میرم سراغ پرونده امروز که داره توی ایالات متحده امریکا اتفاق میفته و قرار راجب خانواده کالمن با هم که صحبت بکنیم پروندهشون رو بررسی بکنیم. اولین کسی که قراره در موردش صحبت بکنم کریس کالمنه. کریس متولد 20 مارس 1977 بود. پسر رون و کانی کالمن بود. خیلی زندگی خوبی داشت. پدر و مادرش هر دو کشیش بودند. منتها از این کلیساهای خاصی که توی خط اصلی کلیسای کاتولیک نیستن. کاتولیک بودن ها اما از این کلیسه هایی که خودشون موعظه برگزار میکنن خودشون یه سری دستورات میدن خودشون از مردم پول میگیرن خیلی خانواده متدینی داشت خیلی خانواده مسیحی داشت و دو تا هم برادر داشت مادر کریس در موردش میگه که اون همیشه توی فعالیت کلیسا شرکت میکرد همیشه هر هفته میرفت کلیسا اگر کسی توی کلیسا کاری داشت بهش میگفت خیلی با داوطلبانه خیلی با علاقه قلبی این کار رو انجام میداد خیلی پسر خوبی بود پسر بیهاشیهی بود خوب درسش رو میخوند توی مدرسه همزمان سه تا ورزش رو دنبال میکرد دو میدانی بسکتبال و بیسبال مربی داشت برای اینها مربی بسکتبالش میگه که کریس بهترین بچه بود که شما انتظار داشتید توی کلاس داشته باشید حرف گوشکن بود آروم بود بیهاشیه بود هیچ وقت نمیدیدید که خشن باشه عصبی بشه با کسی دعوا بکنه خیلی بچه خوبی بود از اون طرف یه سری چیزهای ساده هم در موردش وجود داشت اینکه خیلی زود عذاب وجدان میگرفت مثلا وقتی که نوجوان بود دبیرستانی بود یه بار با دوستاش میره بیرون و الکل میخورن بیش از حد هم و حالش بد میشه انقدر بابت این اتفاق عذاب وجدان داشته که همون شب زنگ میزنه به مربی بسکتبالش و برای اون اعتراف میکنه یه سری ویژگی های خاص خودش رو هم داشت که از نظر خانوادهش خیلی ویژگیهای مثبتی نبودن مثلا یه دفعه با پدرش میرن شکار و وقتی که یک خرگوش شکار میکنن و پدرش شروع میکنه پوست کندن اون خرگوش حال کریس بد میشه حالا تهوع میگیره یه مدتی حال بدی داشته و همین باعث میشده که خانوادهش حس کنن که سرسختی لازم به عنوان یک پسر رو نداره همیشه تحریکش میکردن که آدم سرسختتری تری باشه رفتارهای قوی تری داشته باشه از خودش به اصطلاح والدینش جربوزه بیشتری نشون بده اما خب یه ذره این با تیپ شخصیتی کریس متفاوت بود مادر و پدرش تلاش میکردن از اون چیزی بسازن که در حقیقت وجود نداشت خیلی آدم آرومی بود خیلی دلش میخواست آدم بیهاشیهی باشه اما والدینش اصرار داشتن که ازش چیز دیگه بسازن وقتی کریس نوجوان بود و توی مدرسه درس میخوند توی این برنامه های فوق برنامه ای که مدرسه درست میکنه مثلا یه نفر رو با یک شغلی میارن که توضیح به دراجه به کارش و اینا یکی از تفنگدارای نیروی دریایی ارتش امریکا میاد مدرسه و توی صحبتهاش راجع به نحوه ورود به ارتش صحبت میکنه راجع به کارهایی که انجام میدن صحبت میکنه راجع به هدفهاشون توی نیروی دریایی صحبت میکنه و همین موضوع باعث میشه که کریس خیلی خوشش بیاد حس میکنه اون اون سرسختی که همیشه خانواده دنبالشن و اون هیچ وقت نداشته رو احتمالا بتونه توی نیروی دریایی پیدا بکنه همون سنا هم هست که دیگه سرش رو میتراشه چون حس میکرده این موضوع رو خشنتر و قویتر نشون میداده و بلافاصله بعد از اینکه این آقا میاد صحبتاشو میکنه و میره هدف زندگیش معلوم بوده میره ثبت نام میکنه برای ورود به ارتش برای ورود به اون بخش تفنگداران نیروی دریایی ارتش خب ورودش به ارتش هم همراه بوده با موفقیت های پشت سر هم خیلی خوب کارش رو انجام میداده خیلی پسر وظیفه شناسی بوده یادتون باشه گفتم که خانوادهشون رو جوری تربیت کرده بودن که پسر حرف گوش باشه پسری باشه که وقتی کاری رو بهش محول میکنن درست انجام بده و واقعا هم توی ارتش اینها ویژگی های مثبتی هستن سرکشی نمیکرده به حرف فرمانده هاش گوش میداده پشت سر هم مدال میگرفته خیلی خوب خودش رو نشون داده بوده و همون زمانا بوده سال 1990 حدودن 22 سال است که توی ارتش آشنا میشه با یک خانومی که اون هم در ارتش خدمت میکرده منتها توی بخش آموزشی تحصیلی ارتش کار میکرده یک خانومی به اسم شری شری متولد 3 جولای 1977 بوده یک برادر داشته به اسم ماریو و تیپ شخصیتیش زمین تا آسمون با تیپ شخصیتی کریس متفاوت بوده شری از این دخترای خیلی پر هیجان و پر جنب و جوش بوده که به قول ماریا برادرش همیشه میخواسته در لحظه زندگی بکنه میخواسته بره زندگی رو بگرده هیجانات مختلف کارهای مختلف پشت سر بذاره خیلی دلش میخواسته سفر بره خیلی دلش میخواسته که حالا که جوونه شروع بکنه به شناخت جهان و به قول اطرافیانش از این آدما بوده که کافی بوده که شما یک بطری نوشیدنی داشته باشید و شری اون وقت میتونید ساعت ها بخندید ساعت ها لذت ببرید از زندگی ویژگی های شخصیتی شرین شکلی بوده که خیلی بروز میداده احساساتش رو خیلی راجبه به عواطفش صحبت میکرده اگر خواسته داشته به زبون می آورده کلا آدمی بوده که همه چیزش رو بوده دیگه خوشحال بوده یا ناراحت بوده این موضوع رو نشون میداده یه کم ویژگی های شخصیتیش با کریس متفاوته این دو نفر از نظر رفتاری با همدیگه فرق میکنن همین هم باعث جذبشون به هم دیگه میشه کریس و شری وارد ارتباط میشن و کریس اولین ارتباط طولانیش بوده این رو در نظر داشته باشید که خیلی بچه تو خودش بوده خیلی درونگرا بوده به خاطر همین هم تو دبیرستان نتونسته بوده وارد یک رابطه طولانی مدت بشه رابطه طولانی مدت ها روابطی داشته توی دبیرستان و حالا که با شری آشنا شده بوده و میدیده که اون چقدر پر هیجانه چقدر پر جنب و جوشه خوشش میومده شری هم در کنارش از این پسر خیلی درونگرای خیلی آروم خیلی خجالتی خوشش می اومده به نظرش خیلی ارتباط خوبی بوده به محض اینکه این دو نفر همدیگه رو میبینن اون جرقه بینشون اتفاق میفته شروع میکنن با همدیگه قرار گذاشتن و واقعا خیلی نمیگذره که ارتباطشون یک ارتباط صمیمی خیلی خوبی میشه و همینطوری هم پیش میرفتن دیگه خوششون اومده بوده برنامه ریزی زندگیشون رو به نوعی کرده بودن همون سال 1997 یعنی همون موقعی که این دو نفر همدیگر توی ارتش دیدن و با همدیگه قرار گذاشتن زمانیه که کریس شری رو معرفی میکنه به خانوادش این شکلی که یک روز با شری میاد خونه و چیزی که به پدر و مادرش میگه اینه که این دوستمه دوست ساده دوست معمولی و قراره که بره شیکاگو چون حالا مثلا توی مسیر من بوده تا اینجا آوردمش بعدم میرم میرسونم شیکاگو برمیگردم توی نگاه اول کانی و رون خیلی از شری خوششون نمیاد یادتونه گفتم خیلی خانواده مذهبی بودن از نظرشون شری یک دختر بلند ریزه میزه گناهکار بوده که درگیر مسائل دنیایی بوده همون روزی که شری برای بار اول میره خونه یه کانیورون یه شلوارک پوشیده بوده روی پاش یه تتو بوده و همه اینها از نظر کانیورون اتفاقات بدی بودن دختری که این شکلی لباس میپوشه انقدر برونگرا رفتار میکنه خیلی گزینه مناسبی نیست برای پسرشون هرچند که اعتماد کرده بودن به حرف پسرشون و فکر میکردن که خب حالا اینا دوستن دیگه بعد از اینکه میمونن اونجا حالا یه وعده غذا میخورن کریس شری رو بر میداره که ببره شیکاگو وقتی که میرن سمت شیکاگو تماس میگیره با پدرش میگه که هی بابا یه خبر خوب برات دارم ما ازدواج کردیم رون پشت تلفن یکم شوکه است یکم ساکته که ازدواج کردین بعد مثلا کریس میگه که چرا خوشحال نشدی برامون این میگه که نه یکم صبر کن من شوکه شدم حقیقت اینه که از همون اول کانی و رون نمیپذیرند شری رو به عنوان عروس به خاطر اینکه به نظرشون شری اونقدر لایق و باهوش نبوده که لیاقت پسر دست گلشون رو داشته باشه و فکر میکردن که اصلا دختر مناسبی نیست و از همون اول بدرفتاری با شری رو شروع میکنن به نظرشون اصلا آدم مناسبی نبوده این رو باید در ادامه بگم که در گفتگوهای بعدی کریس به پدر و مادرش میگه که شری بارداره و ما تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم و ازدواج کردیم و واقعا هم ازدواج کرده بودن خب این دیگه خیلی براشون پایان کار بوده از نظرشون الان دیگه شری یک دختر گناهکاری بوده که رابطه پیش از ازدواج داشته باردار شده بوده و با این بارداریه که از نظرشون عمدی هم بوده و قصد داشته که پسرشون رو به طلب اندازه وارد خانواده اونها شده بوده از همون اول هم بد رفتاری با شری رو شروع میکنن این رو در نظر داشته باشید که هر دو کشیش های کلیسا بودن واعظین کلیسا بودن و توی کلیسا شروع میکردن گفتن این موضوع که خیلی با همدیگه مهربون باشید همدیگه رو بپذیرید هم و همدیگه لطف کنید و تمام رفتارهایی که الان خودشون در ارتباط با عروسشون پیش گرفته بودن در تناقض بوده با چیزهایی که توی کلیسا به مردم میگفتن اما خب کریس و شری تصمیمشون رو گرفته بودن دیگه اونها مطمئن بودن که برای همدیگه ساخته شدن و همه چیز هم مشخصه میان یعنی یک خونه ی خیلی خوبی میگیرن ی شهر میرن اونجا و زندگیشون رو با همدیگه شروع میکنن پسر اولشون سال 1998 به دنیا میاد به اسم گرت و پسر دومشون هم سال 2002 سال بعد به دنیا میاد به اسم گاوین خب یک خانواده چهار نفره بسیار خوشبخت بودن و این زمان کریس هم یک شغل خیلی خوب پیدا میکنه. یه توضیحی باید بدم در مورد کسی که کریس داره براش کار میکنه. یک خانومی بوده به اسم جویس میر، اون هم واعظ بوده، واعظ مسیحی بوده و از کسانی بوده که خانوادگی میشناخته کریس رو به واسطه اینکه پدر و مادر کریس هم خدمت میکردن به کلیسا این همون رو میشناخته یک واعظ مسیحی بوده خیلی مشهور بوده و مولتی میلیونر خیلی کتاب داشته خیلی جاهای مختلف کشورهای مختلف شهرها و ایالتهای مختلف دعوت میشده که سخنرانی بکنه عموما هم سخنرانیش این شکلی بوده که همدیگر رو دوست داشته باشید چطور مسیر ایمان رو پیش برید و در کنارش بیاید پول اهدا بکنید به مؤسسه های خیریه‌ای که زیر نظر من اداره میشن خود جویس هم حسابی استفادهش رو از این مؤسسه های خیریه میبرده پسراش ماشین های خیلی گرون سوار میشدن، خودش جت شخصی داشته یک خونه بسیار گرون داشته و به واسطه این خیلی از مردم از جمله کسانی که به فرامین دینی که جویس میگفته اعتقادی نداشتن فکر میکردن که جویس کلاه برداره فکر میکردن آدمیه که داره از مردم پول میگیره و در حقیقت زندگی خودش رو میسازه درسته کنارش کار خیریه هم میکنه اما بیشترین پولی که در میاره صرف هزینه خودش و هزینه بچه هاش میشه هزینه سفراش، هزینه جت شخصیش نمیدونم هزینه خوشگذرونی خودش با شوهرش و پسراش و خب به واسطه همین خیلی وقتها هم تهدید می شده. جویس تهدید می شده به این که ما می کشیمت به تاسیب می زنیم، تو داری فقط برای خودت پول جمع می کنی و به واسطه این تهدیدها جویس همواره احساس می کرده که نیاز داره کسی مراقبش باشه. نیاز به یک تیم امنیتی داره. خب الان یک خانواده ای رو میشناسه که این خانواده یک پسری دارن که در نیروی دریایی ارتش خدمت کرده به نظر پسر قوی میاد به نظر آدم قابل اعتمادی میاد بالاخره شناخت خانوادگی دارم چیکار کنم کریس رو به عنوان رئیس تیم امنیتیش انتخاب میکنه در کنار اینکه این رئیس تیم امنیتیش بود و حالا سنکارا را هماهنگ میکرده در کنارش به نوعی بادیگارد شخصی جویس هم بوده زمانی که میخواسته بره بیرون میخواسته بره خرید کنه باهاش میرفته اتفاقا خیلی هم دوست داشت کریس رو هر بار که میرفته خرید برای اون هم چیزهای گرون قیمت میخریده و احساس کریس بهش یک احساس دوگانه ای بوده. حس می کرده که خوبی خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم مهربونیه، اما در عین حال خیلی هم از مردم پول می گیره. مثلا میدیده که جویس آدمهایی میان براش چک های چند هزار دلاری میکشن که آدم های بازنشسته یه. دارن تمام سرمایه زندگیشون رو میدن به اون که صرف امور خیریه بکنه و این میدیده که خب این شکلی هم نیست دیگه جویس داره خیلی هم خوب زندگی میکنه همیشه معتقد بوده که جویس باید بیخیال پول گرفتن از مردم بشه و به درآمد واقعا چند صد هزار دلاریش از کتابهاش و سخنرانیهاش اکتفا بکنه اما خب در این حال جویس رو هم دوست داشته دوست داشتن نه به اون معنایی که حالا یک رابطه عاطفی داشته باشن اما انقدر دوستش داشته که باهاش کار میکرده و براش آدم محترمی بوده خیلی هم شغل خوبی بوده سالی صد هزار دلار در میآورده خب این صد هزار دلار به این معنی بوده که احتیاج نبوده که شری دیگه کار بکنه میتونسته بمونه خونه مراقبه بچه ها باشه حواسش به زندگیشون باشه اما یک رویه بدی هم داشته کاری که کریس انجام میداده یعنی اینکه اون قرار مدام در سفر باشه 80 تا 90 ساعت در هفته کار میکرده کمتر خونه میومده کمتر بچه هاش رو میدیده کمتر زنش رو میده می و یکم کم برای شری ناراحت کننده بوده اما خب پول خوبی در می آورده و به نظرشون میارزیده که این شکلی زندگی بکنن یا حداقل موقت این شکلی زندگی بکنن خب بیاید یکم از شری بگم براتون توی این زمان یادتون باشه گفتم که خانواده کریسیچ علاقه به شری نداشتن وقتی که شری ازدواج میکنه با کریس و وارد خانواده اونها میشه حس میکنه که خب احتیاج داره که این رویکرد نسبت به خودش رو تغییر بده شروع میکنه کمک کردن به کلیسایی که پدر و مادر کریس اونجا کار میکردن حالا به عنوان واعظ و کشیش اونجا بودن به عنوان خیریه به اونها پول میداده یا خودش میرفته غذا و پتو میگرفته توی محله های پایین تقسیم میکرده حتی یک بار مادر کریس یک تعمیراتی توی خونش داشته قرار بود خونش رو تعمیر بکنه کل هزینه تعمیرات این آشپزخونه رو شری میده به این امید که یکم پدر و مادر کریس بهش نگاه بهتری داشته باشن اون رو به عنوان عروس بپذیرن اما حقیقت اینه که اونها همچنان بهش نگاه منفی داشتن و فکر میکردن که پسرشون حیف شده وقتی که با شری ازدواج کرده و شری یک آدم کلاشیه که با باردار شدن پسر اونها را ازشون گرفته. ولی خود شری همواره توی صحبت کردنش با بقیه توی صحبت کردنش با دوستاش و توی جمع های مختلف میگفته که من خیلی شوهر خوبی دارم خیلی شوهرم رو دوست دارم خانوادهش خانواده محترم یا. و یکم هم از اون شر و شوری که پیش از ازدواج داشته کم شده بوده دیگه تبدیل شده بوده به یک مادر خانداری که همه ی هزینه زمانیش رو برای بچه هاش میکنه خیلی مراقب بچه هاشه خیلی دلش میخواد که بچه هاش استعداد، استعدادهاشون شکوفا بشه و از این دوتا بچه گاوین پسر کوچیکتر خیلی شبیه جوانی های خود شری شده بود درطه شری هنوز هم جوانه شبیه مجردی های خود شری شده بوده خیلی پرهیجان بوده خیلی اهل ریسک بوده خیلی سعی میکرده که دنیا و اطرافش رو بشناسه خیلی بچه خنده رو و بامزه شده بوده و گرت پسر بزرگشون هم به قول برادر شری خیلی شبیه مادر شری و ماریو شده بوده برادر شری خیلی پسر آرومی بوده خیلی پسر عاقل و منطقی بوده خیلی سعی کرده همیشه همه چیز رو حل بکنه و خب مادرشون هم سنگ تموم میذاشته برای دوتا پسرش دیگه کمک میکرده که به کلاسای مختلف برن اگر میخوان کاری رو انجام بدن چیزی رو تجربه کنن کمکشون میکرده و خب همه زندگیش خلاصه شده بوده توی زندگی پسراش. میرسیم به 14 نوامبر 2008. روزی که همه چیز شروع میشه. توی 14 نوامبر کریس، جویس و پسر جویس، جویس همون خانومیه که براش کار میکرد کریس، همون واعظ مسیحی. یک ایمیلی میگیرن که ایمیل آدرس فرستندهش نابود کننده اتسان جیمیل دات بوده یک همچین اسمی داشته و کاملا یک ایمیل تهدید کننده بوده من متن ایمیل رو براتون میخونم به جویس بگید که معزه های لعنتیش رو متوقف کنه اگر نه من خانواده کریس رو میکشم ببینید داره به جویس میگه ساکت شه و نه من خانواده کریس رو میکشم نمیتونم به جویس برسم پس میرم سراغ یکی از نزدیکانش من برنامه جویس رو میدونم و میدونم که خانواده کریس توی خونه تنهان بهش بگید که بیخیال برنامهش بشه وگرنه ممکنه که طی کنفرانس من برم سراغش یا وقتی که توی سفر هند هستید برم سراغ زن و بچه کریس من میدونم که دستم به جویس نمیرسه همیشه مراقب بشید پس میرم سراغ نزدیکترین آدم بهش خب ببینید این یکم عجیب ایمیله داره کریس رو تهدید میکنه داره خانواده کریس رو تهدید میکنه و خب اونها در ابتدا خیلی جدی نمیگیرن در حالی که کسی که ایمیل زده برنامه سفر جویس رو میدونسته برنامه سفری که قرار بوده کریس همراه جویس باشه رو میدونسته خب اولش خیلی جدی نمیگیرن اما بلا فاصله 15 نوامبر فردای همون روز از همون آدرس یک ایمیل دیگه دوباره برای این سه نفر ارسال میشه اگر به حرف من گوش ندید من همراه با سی نفر آدمی که همراه هم هستن میام سراغتون. جویس لعنتی تو میتونی پلیس و نیروی امنیتی استخدام بکنی اما من میرم سراغ کریس و خانوادش. به جویس بگید که پول من رو پس بده و با من صحبت کنه. اون وقت همه این تهدیدها و خطرها متوقف میشه. وگرنه من میرم سراغ زن و بچه کریس. خب این دیگه خیلی تهدید کننده بوده مستقیم گفته بوده که من آدم دارم و میام سراغ خانواده کریس خب یک آدم عصبی پشت این ایمیل ها بوده که خیلی دایره لغات محدودی داشته به یه من فوش داده بوده من به خاطر قوانین نمیتونم همه فوش ها رو بگم یه هم فوش داده بوده و تهدید کرده بوده باز هم توی این مرحله خیلی جدی نمیگیرند تا اینکه یک روزی شری همسر کریس میاد صندوق پستیشون رو چک بکنه این زمان خود کریس رفته بوده به یک سفری به هاوایی برای همراهی با جویس و وقتی که باز میکنه یک نامه فیزیکی تهدیدآمیز میبینه که من میام سراغتون این نامه فیزیکی با سیستم پست ارسال نشده بوده یک آدمی خودش اومده بوده یک نامه بدون تم رو بدون آدرسی رو انداخته بوده توی صندوق پستی خب این که نشون میداده اینقدر یک نفر به خانواده کریس نزدیک شده خیلی ترسناک بوده شری بلافاصله فاصله تماس میگیره با مادر شوهرش تماس میگیره با خود کریس میگه چند روز بعد هم وقتی که کریس از سفر بر میگرده و میرسه خونه مستقیم میره پیش پلیس به پلیس گزارش میده پلیس میگه که حالا شما درسته که تهدید شدید ما نمیتونیم که خیلی هر روز و هر ساعت مراقب شما باشیم اما خب ام، یه سری کارها میتونیم بکنیم میتونیم بگیم که نیروهای امنیتی بیشتر نزدیک خونه شما گشت بزنن و خب یک کاراگاهی هم هست که روبروی خونه شما زندگی میکنه یک افسر پلیسی کریس میره به این افسر پلیس میگه که امکانش هست که تو یک کمکی بکنی به ما میگه آره من میتونم دوربین امنیتی جلوی خونم رو تنظیم بکنم روی در خونه شما که از بیرون در خونه شما رو بگیره اگر هم چیزی دیدم بلا فاصله با پلیس تماس بگیرم خب این اتفاق مثبتی بوده دیگه یه سری کارها برای خانوادهش کرده بوده به نظر میاد که این خانواده دارن زندگیشون رو میکنن 5 می 2009 ساعت پنج و چهل و سه دقیقه صبح کریس از خونه میاد بیرون صبح بوده، صبح خیلی زود بوده، سوار ماشینش شده بوده که بره باشگاه. وقتی که توی راه بوده شروع میکنه پیام دادن به شری که ببین بیدار شو من میدونم که تو دیشب خیلی خسته بودی دیر خوابیدی بیدار شو بچه ها رو بیدار کن من ورزشم رو کنم میام دنبال بچه ها که ببرمشون مدرسه خب هیچ جوابی براش ارسال نمیشه دوباره پیام میده به شری که ببین من یکم حوازی بزنم برمیگردم میام خونه که بچه ها رو ببرم اگر ممکنه بیدار شو مثلا بچه داشته پیام میداده میبینه که این پیامش هم هیچ جوابی نداره تماس میگیره یه بار دو بار سه بار میبینه که خب هیچ خبری از شری همسرش نیست و با توجه به اون تهدیدها نگران هم شده بوده ساعت 6 و چهل دقیقه میاد بیرون از باشگاه و 6 و چهل و سه دقیقه یک ساعت گذشته تقریبا از زمان باشگاه رفتنش تماس میگیره با اون افسر پلیسی که روبروی خونشون بوده که آقای به اسم جاستین بارلو و میگه که ببین اگر ممکنه من راه افتادم از باشگاه میشه تو بری و خانواده من رو چک بکنی یادته که ما تهدید میشدیم من از صبحم هرچی که پیام میدم به همسرم یا بهش زنگ میزنم جواب من رو نمیده من نگران شدم این افسر پلیس هم خب در جریان تهدیدا بودم میگه آره باشه میرم چک میکنم اما قبل از اینکه بره تماس میگیره با یکی از گشتای پلیسی که تو اون منطقه بوده میگه اگر ممکنه بیا که با همدیگه بریم و چک بکنیم این خونه رو خب اونها 27 آپریل چند روز قبل یک پیام تهدیدآمیز دیگه هم گرفته بودن این افسر پلیس میاد و میرن دم در و در میزنن هر چی که در میزنن کسی در رو باز نمیکنه. اون افسر پلیس زمانی که این همسایه جلوی در بوده میره پشت خونه تا چک بکنه و متوجه میشه که یکی از پنجره ها بازه و این حفاظ امنیتی هم کنده شده و آورده شده پایین. خب صدا میکنه همسایه رو میگه که ببینین اتفاق افتاده بریم داخل میگه قبلش تماس بگیر با نیروهای پشتیبانی گزارش بده که چه اتفاق افتاده بعد بریم داخل یک همچین کاری رو میکنن و وارد میشن لحظه ای که قرار بوده وارد خونه بشن میدونستن که نباید منتظر اتفاق خوبی باشن و احتمالا یک اتفاق بدی در انتظارشونه به محض این هم که پاشون میرسه داخل خونه متوجه میشن که بله چیزی که ازش میترسیدن احتمالا اتفاق افتاده وارد خونه که میشن روی دیوارها با اسپری قرمزی به رنگ خون جملات تهدیدآمیز نوشته شده بوده نوشته شده بوده که مجازات من همیشه شما رو نگاه میکنم شما هزینش رو پرداخت کردید وقتی که خیلی با سرعت میرن بالا و میرن توی اتاق خواب ها میبینن بله شری سی و یک ساله گرت یازده ساله و گاوین نه ساله توی تخت هاشون به قتل رسیدن. هر سه نفر توی خواب خفه شده بودن نیروهای پلیس میرسن و از بین این سه نفر شری کسی بوده که خیلی کتک خورده بوده و بعد خفه شده بوده با یک تناب باریکی خفه شده بودن. روی بدنش جای آسیب و زخمهای خیلی زیادی بوده روی تخت برهنه بوده و تنها کسی بوده که روی بدنش رو چیزی ننداخته بودن بدنش رو نپوشونده بودن بالای سرش هم نوشته شده بوده هرزه میرن توی اتاق گاوین نه ساله میبینن اون هم خفه شده و این بچه پنج روز قبل تولدش بوده وارد نه سالگی شده بوده و یک ملافه ای رو روش انداخته بودن روی ملافه و بالای سرش یه عالمه کلمات توهینآمیز نوشته بودن میرن سراغ گرت یازده ساله میبینن که اون هم کامل با ملافه پوشونده شده اون هم خفه شده و روی ملافه و اطراف تخت اون جملات تهدیدآمیزی وجود نداره چیزی که پلیس احتمال میداده با توجه به آخرین نوشته هایی که توی خونه وجود داشته احتمالا اسپری قاتل یا قاتلین تموم شده بوده که دیگه چیزی ننوشته بودن هر سه نفر کشته شدند و جز شریک علائم زخم های دفاعی داشته دو تا بچه دیگه هیچ نوع زخم دفاعی یا هیچ نوع به همخوردگی توی رخت خوابشون و اتاقشون نبوده و به نظر می اومده که اون دوتا توی خواب کشته شده. شیش و پنج و شیش دقیقه خود کریس میرسه به خونه و وقتی که میاد بره سمت خونه مامورین پلیس بهش میگن که نمیتونی وارد خونه بشی اونها خونه رو به عنوان صحنه جرم قرنطینه کرده بودن بهش میگن که نمیتونی وارد خونه بشی و همه خانوادت کشته شدن زن و دوتا بچه خب کریس میاد عقب شروع میکنه گریه کردن تماس میگیره با پدرش به پدرش خبر میده پدرش میاد اونجا و تحقیقات قتل شروع شده اداره پلیس کلومبیا اداره پلیس اون منطقه خیلی جای کوچیکی بوده و امکان بررسی این پرونده با این ابعاد رو نداشته به خاطر همین اونها بلافاصله تماس میگیرن با واحد جنایات بزرگ 25 تا معمور رو میفرستن به صحنه جرم برای بررسی کامل صحنه جرم از خود کریس هم میخوان که برای مصاحبه بیاد به اداره پلیس و اونجا باشه تا با هم دیگه صحبت بکنن ازش میپرسن که خب تو چیکار کردی میگه من پنج و نیم صبح بیدار شدم برنامه روتین باشگاه رفتن من بود پنج و نیم صبح بیدار شدم و شری هنوز زنده بود بوسیدمش خواب بود باهاش خدافزی کردم اومدم پایین سوار ماشین شدم اومدم باشگاه ولی چون ما دیر خوابیده بودیم هی بهش پیام میدادم زنگ میزدم که بیدارش کنم که بچه ها رو حاضر بکنه ولی خب هیچ خبری ازش نگرفتم نگرانش شدم ازش میپرسن اون روزی که از خونه اومدی بیرون چیز خاصی دیدی چیز مشکوکی دیدی میگه چیز مشکوک که نه اما وقتی از سمت خونه دور میشدم یک ماشینی سر کرد ماشین من رو منحرف بکنه ولی خب من تونستم مسیرم رو ادامه بدم و برم باشگاه پلیس بهش میگه که من میتونم تلفن همراهت رو داشته باشیم این میگه آره پلیس تلفن همراه این رو میگیره و به نوعی تلفن همراه رو کپی میکنه یعنی همه اطلاعاتش رو کپی میکنه و تلفن رو بهش برمیگردونه پلیس میاد تصاویر امنیتی دوربین های مداربسته اطراف رو چک میکنه و همون اول متوجه یک چیز مشکوکی توی این دوربین های مداربسته میشن همون جایی که کریس ادعا کرده بوده که یک ماشینی سعی کرده ماشینش رو منحرف بکنه دوربین مدار بسته بوده و هیچ ماشینی وجود نداره هیچ انحراف از مسیری وجود نداره هیچ تعقیب کننده مشکوکی وجود نداره خب کریس چرا در مورد یک همچین موضوعی دروغ گفته به پلیس نکته بعدی که پلیس متوجه میشه میبینه که حد فاصل زمانی که این تماس گرفته با همسایه و گفته برو خونه ما رو چک کن من راه افتادم تا زمانی که رسیده به خونه یه چیزی هلوهوش مثلا 15 دقیقه 16 دقیقه طول کشیده در حالی که این مسیر فقط 5 دقیقه راه با ماشین بوده به نظر میاد که انگار کریس صبر کرده تا پلیس ها وارد خونه بشن و بعد خودش رو رسونده به خونه زن و بچهش خب این خودش عجیبه وقتی که بهش گفتن که همه خونوادت کشته شدن یعنی در حقیقت پلیس این شکلی گفته بوده دو تا معمور آورده بوده که به این خبر مرگ خونوادش رو بدن برای اینکه وقتی که این خبر رو میشنوه و حمله میکنه که بره خونه بره بالای سر جسد زن و بچهش جلوی این رو بگیرن اما وقتی بهش میگن که خونوادت کشته شدن این شکلی بوده که اوکی شروع کرده بوده گریه کردن و رفته بوده یه گوشه نشسته بوده من میدونم که واکنش آدم ها نسبت به اتفاقات و خبرهای بد متفاوته اما در این مورد انقدر این واکنش سرد و واکنش غیر هیجانی بود انگاری خبر رو از قبل میدونسته که حتی پلیس هم بهش مشکوک شده بوده پلیس ازش میپرسه که دیشب توی خونه شما اتفاقی افتاده بود جر و بحثی اتفاق افتاده بود میگه که نه ما خیلی خوب زندگی کرد، خیلی خوب نشستیم شام خوردیم بعد اومدیم توی تخت من همسرمو بغل کردم تو بغل من خوابش برد خیلی زندگی خوبی داشتیم و این در حالیه که همسایه ها گفتن که شب قبل ما از خونه اینها صدای داد و بیداد شنیدیم خب این خودش عجیبه اونجا بعد از اینکه میگه آره ما خیلی زندگی خوبی داشتیم میگه که کاش من امروز صبح خونه مونده بودم و شروع میکنه گریه کردن اما گریه کردن به حدی مصنوعی و علکی و ادای گریه است که پلیس بیشتر بهش شک اما چیزی که برای پلیس خیلی واضح میکنه که این آدم مزنون پرونده است خراش ها ها و زخم که روی دستاش باقی مونده تو مگه چی کار کردی تو یک بادیگاردی که هیچ حاشیه‌ای نداشتی رفتی هم باشگاه چرا انقدر دستات زخمه یکی از کسایی که از نیروهای پلیس بوده میاد یه چیزی میگه میگه که لحظه‌ای که ما توی صحنه جرم بودیم خبرنگارا هجوم آوردن به این خونه من به کریس گفتم که تو اگه میخوای دست خبرنگارها در امان باشی برو پشت آمبولانس برو توی آمبولانس بشین اون همراه با پدرش و یک نفر دیگه رفت اونجا پلیس میره سراغ اون یه نفر دیگه و ازش میپرسه که چه اتفاقی افتاد میگه که ما رفتیم پشت آمبولانس و من به کریس گفتم که دستات چرا آسیب دیده یهو این شروع کرد مشت کوبیدن به برانکارتی که توی آمبولانس بود انگار که داشته تشدید میکرده این زخم ها رو که بعدن تکذیب بکنه بگه که این زخم ها بر اثر اون عصبانیت و مشکوبیدن من روی برانکارد به وجود اومد در حالی که یک شاهد دیگه ای جز پدرش توی ماشین حضور داشته که دیده بوده زخم ها از قبل روی دستاش باقی مونده توی داره پلیس هم هی به مامورا میگفت که من سردمه به من پتو بدیدین در حالیه که توی اون فصل همه تیشرت تنشونه و هیچکس سردش نیست وقتی که یک پتو بهش میدن مدام سعی می کرده دستاش رو زیر پتو پنهان بکنه که به دستاش نگاه نکنن خب الان یک دروغی گفته در مورد دستاش یعنی وانمود کرده که دستاش توی ضربه کارت زخمی شده از طرف دیگه یک دروغ دیگه گفته در مورد یک تعقیب کننده ای که سعی کرده این رو منحرف بکنه واسه این دروغ از اساس مشکل داره اگه یک تعقیب کننده ای وجود داشته که ماشین تو رو منحرف کرده چرا دنبال خودت نیومده چرا وقتی خونه بودی پیش زن و بچت نیومده سراغت مگه این تهدید کننده از اول دنبال تو نبود تو و خانوادت برای چی صرفا بره سراغ خانوادت نکته دیگه اینه که دوربین امنیتی اون مامور پلیسی که روبروی خونه اینها زندگی می کرده هیچ ورود و خروجی رو نگرفته بوده بعد از اینکه کریس رفته بوده باشگاه و این خیلی عجیب بوده دیگه هیچ کسی رد نشده بوده که بره سمت در پشتی وارد خونه بشه همینجا جواب پزشکی قانونی در مورد ساعت مرگ میاد و بر اساس چیزی که پزشکی قانونی تشخیص داده بوده میزان جمود نشی اصطلاحا میزان خشک شدن جسد بعد از مرگ نشون میداده که قتل خیلی قبلتر از زمان گزارش اتفاق افتاده طبق چیزی که ما از کریس شنیدیم قتل باید حد فاصله رفتن این آدم به باشگاه و رسیدن مامورای پلیس اتفاق افتاده باشه چون این گفته که من همسرم رو بوسیدم و زنده بود دیگه از خونم اومده بیرون اما میزان خشک شدن اجساد بعد از مرگ نشون میده که قتل حد فاصل 11 شب تا سه صبح اتفاق افتاده. یعنی زمانی که کریس توی خونه بوده. با توجه به این نشونه ها پلیس ازش میپرسه که تو وقتی که صبح بیدار شدی همسرت زنده بود؟ اینجا کریس حرفش رو عوض میکنه میگه که من متوجه نشدم دقیق بیدار شدم و اومدم بیرون و اون بخش اینکه که من همسرم رو بوسیدم لباس پوشیدم اومدم بیرون رو حذف میکنه به خاطر اینکه احتمالا متوجه شده بوده که اگر قراره بگه که شری مرده بوده خب تو وقتی بوسیدیش میفهمی که این کتک خورده و با تناب خفه شده دیگه اون بخش اعترافاتش رو اون بخش روایت خاطراتش رو کامل حذف میکنه و میگه که نمیدونم من پا شدم و اومدم بیرون خب باشه اصلا فرض میگیریم نیمه شب وارد خونه شما شدن و زن و بچت رو به قتل رسوندن زنت رو توی تخت تو کتک زدن و به قتل رسوندن و تو نفهمیدی باشه خوابت سنگین نفهمیدی وقتی که صبح بلند شدی و رفتی لباس بپوشی بری باشگاه در و دیوار خونت رو ندیدی که با رنگ قرمز پر از نوشته است هر باری که پلیس از کریس سوال میپرسیده راجع به اتفاقات شب گذشته کریس خیلی دقیق و خیلی کند خاطرات رو تعریف می کرده. وقتی که شما واقعا چیزی رو تجربه کردید و خاطره شخصی تونه و از خودتون نساختید این رو خیلی سریع تعریف می دیگه این توی حافظه شما هست اما اگر یک چیزی رو ساخته باشید زمان می برای توضیحش برای اینکه مطمئن بشید دارید درست این چیز ساختگی رو تعریف می کنید. و این توی صحبت های کریس کاملا مشخص بوده انگار که خاطرات رو ساخته بوده خب الان پلیس یه سری اطلاعات داشته و احتیاج به اطلاعات فیزیکی بیشتری داشته یادتونه گفتم اطلاعات تلفن همراهش رو کپی کرده بودن اونجا متوجه میشن که این با یک خانومی به اسم تارا لینز در ارتباطه خب ازش میپرسن که تارا کیه میگه که تارا رو من میشناسم مثلا یه شیطنتایی کردم مثلا یکی دو بار باش رابطه جنسی داشتم اما صرفا فقط دوستیم هیچ ارتباطی ندارم از زندگیم رو دوست دارم من زنم رو خیلی دوست دارم ما خیلی خوشبخت بودیم ما در کنار بچه هامون خیلی زندگی خوبی داشتیم ولی خب چیزی که مشخصه اینه که اصلا این شکلی نبوده من یکم دور میشم از داستان میام و در مورد رابطه این دو نفر یعنی شری و کریس براتون توضیح میدم رابطه اینها به ظاهر خیلی رابطه خوبی بوده طبق حرفهایی که خود کریس داشته تو اداره پلیس میزده اما چیزی که واضحه اینه که کریس خیلی زیاد با زندگیش مشکل داشته دلیلش چی بوده؟ شری ازش میخواسته که بیشتر خونه باشه ازش میخواسته که بیشتر به بچه ها محبت بکنه ازش میخواسته که اون رو در آغوش بگیره اون رو ببوسه و اون هیچ وقت این کارها رو نمیکرده پسراش اومده بودن یه تقویمی ساخته بودن زده بودن به در یخچال روزهایی که پدرشون قراره بیاد خونه رو براش یک روز شمار ساخته بودن که ما قرار پدرمون رو ببینیم این رو در نظر داشته باشید که تمام این رفتارهای بی رو در آغوش نگرفتن نبوسیدن علاقه رو نشون ندادن با پسرهاش هم داشته و اینها منتظر بودن خیلی وقتها هم پیش می اومده که کریس همون زمانی که باید می اومده خونه هم نمی اومده در حالی که به پلیس گفته زندگی ما خوبه به همسایه های چیزای دیگه ای گفته بوده شروع کرده بوده به در و همسایه گفتن این موضوع که من خیلی زندگی بدی دارم مادر و پدرم درست میگفتن شری لیاقت من رو نداره شری با باردار شدنش من رو فریب داد و من رو مجبور کرد که باهاش ازدواج بکنم این اون زندگی نیست که من میخوام من هشتاد 90 ساعت در هفته کار میکنم تا این خانوم مثل ملکه ها زندگی بکنه اونم برای آدمی که ازش خوشم نمیاد اینجا به جویس اشاره میکنه حالا این مثل ملکه ها زندگی کردن و اعتراضش به خرج کردن های شری در مورد چی بوده در مورد همون کمک خیریه هایی که شری می کرده به خیریه پدر و مادر کریس یا کمک به بازسازی خونه پدر و مادر کریس ببینید اینکه یک زن و شوهری با هم دیگه مشکل دارن یک بخشه اینکه در مورد مشکلاتشون صحبت میکنن هم یک بخشه اینکه وقتی که شما رفتید بیرون دم در وایستدید و همسایتون اومده سگش رو بگردونه به همسایتون راجع به مشکلاتی که با زنتون دارید میگید یه بخش دیگه شروع کرده بوده به هر آدمی که تو زندگیش میشناخته راجب مشکلاتش با شری گفتن. در مورد شری هم همین بوده ها صرفا این نبوده که کریس از رابطهشون شکایت بکنه خود شری هم به دوستاش گفته بوده که ما خیلی مشکل داریم من خیلی دلم میخواد که اون من رو بغل کنه ببوسه با هم رابطه جنسی داشته باشه اما این کار رو نمیکنه توی پیام هایی که شری داده بوده به دوستاش یا تماس هایی که گرفته بوده و صحبت کرده بوده گفته بوده که ما هر وقت که رابطه جنسی برقرار میکنیم بلا فاصله بعد از رابطه جنسی کریس به من میگه که فکر نکن که اگر رابطه داشتیم من عاشق تمام یا بهش میگفته که موقع رابطه جنسی ساکت باش و حرف نزن و یا یه جوری باش که من صورتت رو نبینم خب این بی احترامی ها و این توهین هایی که به شری می کرده خیلی شدید بوده اما اون همچنان دلش میخواسته که زندگیش رو نگه داره یک بار به یکی از دوستاش گفته بوده که من هنوز خیلی کریس رو دوست دارم و دلم میخواد تلاش بکنم که زندگیمون درست بشه و شاید این خیلی کابوس بدی باشه یعنی خودش میدونسته که این علاقه که به کریس داره یک کابوسه یک توهینه اما همچنان دلش میخواسته که زندگیش رو حفظ بکنه و یا توی ساز و کار کار برای جویس این شکلی بوده که اگر مردی جدا می شده یعنی طلاق می گرفته دیگه اجازه نداشته که با جویس کار بکنه و دلیلی که کریس این زندگی رو نگه داشته بوده و جدا نمی شده این بوده که می ترسیده که کارش رو از دست بده این دهن بودن کریس تا حدی پیش میره که میره به جویس ساب کارش و خانومی که براش کار میکرده هم میگه که آره من با همسرم خیلی مشکل دارم ما نمیتونیم با هم خوب باشیم خیلی رابطمون به مشکل خورده جویس پیشنهاد میده که به جایی که به من بگی برو پیش یک مشاور خانواده برو پیش روانشناس خانواده و مشکلتون رو حل بکن حتی یک نفر رو از طرف کلیسا معرفی میکنه بهشون این دو نفر میرن پیشش خیلی شری امیدوار بوده که خب قرار زندگیمون درست بشه اما وقتی که میرن پیش مشاور در حالی که به نظر میاد همه چی داره عالی پیش میره مشخص میشه که تمام مدت کریس وانمود میکرده که ارتباطشون بهتر شده به خاطر اینکه جویس بهش شک نکنه و کارش رو از دست نده اما بذارید یکم راجع به این خانوم تارا لینز براتون توضیح بدم تارا لینز، تارا دوست صمیمی دوران دبیرستان شری بوده و خیلی رسمی وارد ارتباط با شوهر دوست صمیمیش شده شناختشون هم از کجا شروع شده بوده؟ خود شرین ها رو با هم آشنا کرده بوده. یک بار توی که از سفرهای کاری کریس و جویس به فلوریدا خانواده کریس هم باهاش میرن. خب این دوستش توی فلوریدا زندگی میکرده تارا توی فلوریدا زندگی میکرده این برای اینکه تنها بوده تماس میگیره میگه آره من اومدم اینجا و بیا همدیگر رو ببینیم و اگه دوست داری بیا این مراسمی که اینجا هست و قرار جای سخنرانی بکنه بعدش با هم دیگه شام میریم بیرون و بلا فاصله بعد از این قرار و بعد از دیدن کریس و تارا اینها ارتباطشون رو با همدیگه شروع میکنن خیلی هم ارتباط صمیمی رو با هم شروع میکنن جالبه بدونید که تارا نسخه پیش از ازدواج شری بوده این رو حتی خود کریس می میگفته گفته خیلی شبیه گذشته شریه فقط اندازه اون به چیزی اصرار نمیکنه تارا خیلی دختر پرهیجانی بوده خیلی در لحظه زندگی میکرده خیلی همه چیز براش ساده بوده و اینها بلا فاصله بعد از اینکه ارتباطشون رو شروع میکنن خیلی هم درگیر رابطه عاطفی میشن و خیلی شدید به همدیگه ابراز علاقه میکنن انقدری که کریس تلفن همراهش یه نوت درست کرده بوده یه صفحه یادداشت درست کرده بوده و اسمش رو گذاشته بوده تارا و همه چیز رو اونجا در مورد تارا نوشته بوده از خاطره اولین ملاقاتشون از سایز کمر شلوار تارا تا سایز لباس زیر تارا تا اینکه چه هدیه هایی لیست کرده میخواد براش بخره تارا چه گل دوست داره چه عطری دوست داره کجاها رو قراره ببینه حتی اونجا نوشته بوده که میخواد کریسمس بهش یک حلقه الماس هدیه بده جالبه بدونید که ارتباط تارا و کریس نه روز قبل از اولین ایمیل تهدیدآمیز شروع شده. توی این دفترچه یادداشت خیلی چیزها نوشته شده از جمله قرار ازدواجشون که قرار بود سال 2010 باشه از جمله اسم بچه هاشون که با هم انتخاب کرده بودن از جمله رویا پردازی برای آینده و این قضیه انقدر جدی بوده که تارا رفته بوده دنبال حلقه رفته بوده دنبال لباس رفته بوده دنبال هدیه برای مهمون ها و این رابطه جدی این شکلی بوده که هر وقت که کریس قرار بوده با جویس بره به یک معموریتی بره به یک شهری بلیت هواپیما میخریده برای تارا که تارا هم باهاش بره این وسط حتی سفرش با بچه هاش به دیزنیلند رو کنسل کرده بوده تا با تارا بره هاوایی و تعطیلات داشته باشن و با هم خوش بگذرونن توی این سفرشون به هاوایی هم یه عالم فیلم و عکس ثبت کرده بودن از جمله یک عالم فیلم و عکس برهنه از تارا در حالی که توی همومه توی دستشویی با همدیگه حرف میزنن یک فیلمی هم از خود کریس وجود داشته در حال خودرزایی با عکس های تارا که فرستاده بوده برای تارا این فیلم رو و توش میگفته که وای من خیلی خجالت میکشم من تا حالا این کارو نکردم حالا چرا من این جزئیات کثیف رو براتون گفتم به خاطر اینکه این فیلم ها پیدا میشه و کجا توی کامپیوتر پدر کریس کریس این فیلم ها رو برای پدرش فرستاده بوده تا تو توی کامپیوترش نگه داره پدر و مادر کریس از خیانت پسرشون مطلعه و کاملا حمایتش میکردن یه لحظه سفر کنید اینجا رو پرانتز باز کنم پدر و مادری که میگفتن که شری شلوارک پوشیده روپاش تتو داره از دوست پسرش باردار شده آدم گناهکار بدیه میومدن از ارتباط خارج از خانواده پسرشون حمایت میکردن در حالی که این هم در دینشون صد درصد گناهه پدرش توی مصاحبش چی میگه؟ میگه هر مردی یه سری احتیاجات داره که اگر این رفت نشه میره سراغ زن دیگه ای. میگه که شری به پسرم احترام نمیذاشت. خیلی اصرار میکرد. این اصرارها دقیقا همون اصرارهاییه که تو بیا به زندگیمون اهمیت بده بچه رو ببین بچه رو ببر بیرون. خیلی به پسرم اصرار میکرد ازش تعریف نمیکرد بهش احترام نمیذاشت و اون این چیزها رو توی تارا پیدا کرده بود ما هم ازش حمایت میکردیم و تمام مدتی که دارن از خیانت پسرشون حمایت میکنن همچنان پشت سر شری حرف میزنن همچنان در مورد شری بد میگن و مادر و پدرش تمام قد پشت خیانت پسرشون ایستادن اما میدونیم که عموما آدمها خیانت رو میفهمن خیلی زود متوجه نشونه های خیانت همسرشون میشن و قرارم نیست که خیلی ماجرا پنهان بمونه شری هم متوجه میشه یه سری پیام از تلفن همراه شری پیدا میشه که به دوستش پیام داده بوده که میخوای زنی که با شوهرم قرار میذاره رو ببینی و یک عکس از فیسبوک تارا رو براش فرستاده بوده یعنی شری هم متوجه شده بوده که یک اتفاقی داره بین شوهرش و دوست صمیمی دوران دبیرستانش میفته قرار بوده که مدارک طلاق رو امضا بکنه شری بدون اینکه خودش خبری داشته باشه کریس رفته بوده به همه در و همسایه و دوست آشنا گفته بوده که من میخوام از شری جدا بشم و رفته بوده مدارک طلاق رو آماده کرده بوده چهار می اسناد طلاق دستش میرسه متوجه میشه که اسم شری اونجا اشتباه خورده برمیگردونه و قرار بوده پنج می اسناد طلاق رو بده به شری همون روزی که شری و دوتا پسرش توی خونه به قتل رسیدن خب الان پلیس این اطلاعات رو داره میگه چیکار کنیم میگه بریم سراغ تارا ببینیم اون از چیزی با خبر هست یا نه میرن سراغ تارا تارا در کمال میل اعتراف میکنه که نه اینکه رابطه ای ما سطحی بوده و نمیدونم یکی دوبار رابطه داشتیم این حرفا چیه ما خیلی هم با هم صمیمی بودیم قرار ازدواج گذاشته بودیم اینها این حلقه ایه که کریس برای من هدیه خریده ما من رفتم هدیه مثلا روز عروسی به مهمونا رو هم گرفتم همه این چیزها رو به پلیس میگه و چیزی که در مورد تارا خیلی غمگینه اینه که حتی از مرگ شری و بچه‌هاش هم ناراحت نمیشه خبر مرگ شری و بچه هاش رو پلیس به تارا نمیده پدر کریس به تارا داده بوده بلافاصله بعد از اینکه فهمیده بوده چه اتفاقی افتاده زنگ زده بوده به تارا که این خبر رو بده انگار که یک خبر خوشی رو میخواسته به تارا برسونه و تو مصاحبه ای که پلیس داره با تارا میکنه تارا تلفن همراهش رو برمیداره زنگ میزنه به رئیسش میگه که هی رئیس من امروز نمیتونم بیام سر کار آخه وسط یک گفتگو در مورد یک قتل خیلی مهمم آره الان پلیس رو بروم نشسته امروز نمیتونم بیام سر کار و تمام این حرکات رو داره نمایشی انجام میده انگار که از این گفتگو داره لذت میبره انگار که ثانیه براش مهم نیست که یک زن سی و یک ساله و دو تا بچه کشته شدن و متهم قتل هم دوست به سر توه هیچی براش مهم نیست همه این ماجرا براش هیجان انگیز و لذت بخشه. خب الان با صحبت هایی که تارا میکنه حرف های کریس و تارا دوتا شده دیگه اون گفته که نه من خیلی خوشبختم نه من خیلی زندگی خوبی دارم این میگه که نه اینها خیلی هم با هم مشکل داشتن خیلی هم رابطهشون با هم دیگه بد بوده و با من توی رابطه عاطفی بوده 19 می 2009 کریس به اتهام سه فقر قتل درجه اول رسما دستگیر میشه محاکمش قرار یک مدتی بعد باشه و 25 آوریل 2011 محاکمش شروع میشه یعنی یک فاصله طولانی بین دستگیری تا قتلش وجود داشته این زمان خانواده شری خانواده همسر کشته شده کریس بلا فاصله میرن یک شکایتی ثبت میکنن که بر اساس این شکایت خود کریس و خانوادهش اجازه نداشتن دست به هیچ یک از اموالشون بزنن به نوعی این شکایت زمانی اتفاق میفته که یکی از طرفین متهم به قتل طرف دیگه است میتونن این کار رو انجام بدن دیگه حالا من اسم قانونش رو نمیدونم اما بذارید بریم توی دادگاه توی دادگاه تارا میاد توی جایگاه شهادت در حالی که حلقه ای که کریس براش خریده دستشه و اونجا شهادت میده که آره ما با هم تو ارتباط بودیم مثلا اون سفر هاوایی که رفته بودیم و با هم دیگه رفته بودیم اون به خاطرش سفر دیزنیلند لند بچه‌هاش رو کنسل کرده بود میگه من خیلی حساس بودم روی ارتباط شری و کریس خیلی حس مالکیت داشتم شبا که میخواست بخوابه بهش میگفتم که یک عکس از خوابیده شری بده که من مطمئن قرار نیست با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشید خیلی کنترلش میکردم این اینجا نکته دیگه اینه که توی دادگاه مشخص میشه که خود خونه ی کریس هم دوربین امنیتی داشته و اون هیچ وقت به پلیس نگفته و دوربین امنیتی خونش هم هیچ ورود و خروجی رو ثبت نکرده نکته دیگه ای که توی دادگاه مشخص میشه اینه که پلیس میره پیگیری میکنه آی پی اون ایمیل های تهدیدآمیزی که ارسال شده بوده برای جویس، کریس و پسر جویس. مشخص میشه که تمام ایمیل های تهدیدآمیز از لپتاپ خود کریس ارسال شده. کریس توی دادگاه میگه که نه این لپتاپ خونه بوده. شری ایمیل ها رو فرستاده و کلاش میگن. خب چطور ممکنه که خودش فرستاده باشه بعد خودش بچه ها و خودش رو کشته باشه قبلش هم خودش خودش رو کتک زده باشه؟ نمیشه که. لپتاپ متعلق به کریس بوده. نکته دیگه اینه که توی این ایمیل ها و نوشته های روی دیوارها و متن هایی که کریس نوشته بوده یه سری غلط املایی های مشترک وجود داشته که میتونسته ثابت بکنه که خود کریس که ایمیل ها رو داده دیوار نویسی ها رو کرده و البته که اسپری رو خریده از رسیدهای خرید و کارت اعتباریش مشخص میشه که دو ماه قبل از قتل دو تا اسپری خریده که یکیش همون مارک و رنگیه که دیوار نویسی ها باهاش اتفاق افتاده زیر ناخونهای شری دی ای کریس پیدا میشه البته که توی این پرونده به خاطر اینکه قاتل توی همون خونه زندگی میکرده دی ای مدرک معتبری برای دادگاه نیستش میخوان که بیان از پزشکی قانونی و شهادت بدن که زمان مرگ چه زمانی بوده و اونها میگن که قطعا قبل از ساعت پنج اتفاق افتاده یه پاتولوژیستی میاد میگه که من بر اساس دمای کبد شری حدس میزنم که قتل ساعت سه بوده خیلی تیم وکلاش سعی میکنن اصرار کنن که نه پنجره باز بوده خونه سرد شده جسد سرد شده و شما دچار اشتباه شدید اما اون قطعی در دادگاه میگه که شاید نتونم زمان قتل رو دقیق به ثانیه و دقیقه بگم اما قطعا قبل از ساعت پنج بوده جوی سابکار کریس هم میاد توی دادگاه و در مورد سازوکارش میگه که آره نه این اخراج نمیشد اگر جدا میشد و اینها این خیلی جالب بود برای من اما بعدا منابع منتشر میکنن که نه جویس نگه نمی نیروهایش که جدا شدن رو به خاطر همین هم کریس خیلی میترسیده که از شری جدا بشه به خاطر اینکه درآمد خیلی خوبش رو از دست میداده دوستان شری وارد دادگاه میشن و شروع میکنن شهادت دادن راجب به احترامی ها میگن راجب به توهین ها میگن و یکیشون میگه که قبل از شروع ایمیل های تهدیدآمیز یک بار شری به من گفتش که اگر اتفاقی برای من افتاد کار کریس بوده. خب همه این حرف ها در دادگاه زده میشه. در نهایت سال 2011 دو سال بعد از مرگ شری و بچه هاش کریس توسط هیئت منصفه به سه فقره قتل درجه اول محکوم میشه یعنی مجرم شناخته میشه براش و اون زمان شامل مجازات اعدام بوده اما به خاطر اینکه چند ماه بعد مجازات اعدام در اون ایالت لغو میشه اون سه تا حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط میگیره و فرستاده میشه به زندان جالبه بدونید که پدر و مادر کریس همچنان ایستادن که پسرشون بیگناهه همچنان ایستادن که دادگاه بدون مدارک پسرشون رو متهم کرده و عجیب ترین بخشش اینه که هنوز توی مصاحبه پشت سر شری حرف میزنن و در مورد شری بد میگن این زن کشته شده توی تختش کتک خورده و کشته شده و شما هنوز توی مصاحبه هاتون پشت سر این آدم بد میگید. سال 2018 خود کریس یک مصاحبه میکنه با یک شبکه ای و میگه که من بیگنا هم من کاری نکردم لپتاپ دست خود شری بوده اون ایمیل های تهدیدآمیز رو داده ببینید وقتی دهنش رو باز میکنه هیچ چیز جز دروغ از دهنش بیرون نمیاد جالبه بدونید که خیلی هم روش پدر و مادرش رو توی زندان پیش گرفته و توی زندان به عنوان کشیش برای بقیه زندانی ها موعظه میکنه این پرونده تموم شد و یکی از لج درارترین پرونده هایی بود که من توی این چند وقت بررسیشون کردم به خاطر خود کریس به خاطر دوست دختر کریس به خاطر پدر و مادرش و فکر میکنم که خیلی هم احساسات خودم رو دخیل کردم تو این پرونده چون واقعا دیگه دست خودم نبود که هرس نخورم اگر شما هم نظری در مورد این پرونده دارید حتما برای ما کامنت بکنید اگر ویدیو رو دیدید حتما لایکش بکنید و دمتونم گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه